از اتفاقات جذاب اون نمایشگاه باز بخوام برای شما بگم این بود که چون یکی اینکه من میخواستم مثلا نمایشگاه رو توی یه گالری بزنم توی اهواز، مدیر مدرسه گفتش که بچه ها توی این مدرسه توان مالیشون پایینه و حتی ما نمیتونیم هزینه کنیم بچه ها رو بیاریم اونجا، حالا کرایه اتوبوس ماشین بدیم. یه کلاس رو برای من لطف کردن خالی کردم و من آثارم اونجا نمایش دادم. باورتون نمیشه، بعضی از بچه ها بودن که هر زنگ تفریح میمدن برای نمایشگاه. شما فکرشو کنین، تا الان هر نمایشگاه نقاشی بوده برای افراد بینا بوده، برای افرادی که میدیدن، و این بار برای افرادی که نمیدیدن، در واقع قرار بود با دستاشون ببینن اون نمایشگاه رو. و به نظر من اصلا جدا از اینکه شما داری یه کار اجتماعی انجام میدی، یه اثر فوق‌العاده است برای توی هنرهای تجسمی و یک اتفاق خیلی خوبیه. یه معلمی بود، شب خوابیدم و حالا حمله عصبی بوده یا ارسی بوده اصلا خاطرم نیست، و ایشون شب که خوابیده صبح جلسه داشته، مثلا خانمش لباسش رو اتو کرده بود، گفت یه لباس آبی برای من اتو کرد و اینکه قرار بود صبح اون لباس بشه و بره جلسه. صبح که بیدار شده بود نمیدید و ازش پرسیدم که آیا رنگ ها یادته، اون رنگ آبی که مثلا خانومت لباست رو اتو کرد؟ گفت نه اصلا دیگه یادم نیست اون آبی چه شکلیه، به خاطر اینکه اینها توی دنیای خودشون تصورشون از رنگ ها تغییر میکنه. حالا شاید اشیا، انسان، اینایی کسایی که یهو نابینا نشدن، یعنی اینکه از بچگی نابینا به دنیا اومدن، و کسایی که حالا رفته رفته آروم آروم نابینا شدن، چون بودن افراد اینطوری من زیاد دیدم، حالا به خاطر یک جهش ژنتیکی هر چیزی هست، من توی چیز پزشکی تخصص ندارم، ولی اینها رفته رفته نابینا میشن و خیلی سخته. شما حساب کن یه چیزی رو الان میبینی توی دنیای واقعی و بعد قراره مثلا اتفاق دیگه برات بیفته. و آقای توی سرکانی با بچه هاش اومدن نمایشگاه رو دیدن و کلی صحبت کردیم، ازشون ایده گرفتم و به من گفتن که این نمایشگاهی که شما زدید خیلی خوبه، چون دست بچه ها لامسهشون به نقاط بره خیلی حساسه و اینا راحت میتونن اونو ببینن، و این کاری که شما کردید به نظر من اگر ادامهش بدید فوق‌العاده است. و حالا ایرادای نمایشگاهم چی بود؟ مثلا من اومدم حیوانات رو وقتی مثلا بریل کردم، حیوانو از نیمرخ کشیدم و بریل کردم، نیومدم از روبرو هم نشون بدم که حیوان از روبرو این شکلیه، از نیمرخ اینطوریه، سرخ اینطوریه. ولی همونم خیلی جالب بود براشون، اینکه مثلا من یادم یه خانومی اومد 22 سالش بود، من وقتی مثلا زنگای چیزشون میشد کلاسشون، بعد دیگه میرفتن توی کلاس، حالا مثلا هر کلاس رو هی میابردن نمایشگاه رو ببینن، زنگ کلاس که میشد من دستام میذاشتم توی جیبم، میرفتم مثلا توی سالن یا دم همون نمایشگاه کلاس میستادم ببینم کسی رد میشه آشنا، یا مثلا بچه‌هایی که میخوان بیان باز نمایشگاه رو ببینن. دیدم یه خانم از یه کلاسی یه گوشه‌ای بود اومد بیرون و عصای سفیدش رو باز کرد، یه عینک دودی رو چشمش، و داشت از مدرسه میرفت. دویدم از پشت گفتم خانم ببخشید، بعد برگشت گفت بله. گفتم لطف میکنیم بیاین من یه نمایشگاه نقاشی زدم، نمایشگاهمو ببینید؟ بعد نگام کرد گفتش که آخه من که نمیبینم. گفتم نه، نمایشگاه من مختص شماست، اتفاقا شما میتونید ببینید. بعد گفتش واقعا؟ گفتم آره، خیلی خیلی جذابه. بعد اومدم دستشو بگیرم از پلا بیارمش بالا، زد زیر دستم در واقع، ولی نه حالت تونا میزنی که من خودم بلدم بیام بالا. اومد و شروع کرد لمس کردن، بعد گفتش خب من تا حالا حیوانی ندیدم که به تشخیص بدم این چه حیوانیه. بعد من بهش گفتم که در مورد کدوم حیوان شنیدی که مثلا گردنش درازه؟ بعد لمس کرد گفتش که در مورد زرافه شنیدم گردن بلندی داره.
ولی این پاهاش شبیه پاهای گاوه، یعنی زرافه هم مثل گاو راه میره. اونجا دوربین دست من و همسرم بود که اصلا نگاه همدیگه کردیم و انگار یه شوکی بود، و برای من که یک خانوم 22 ساله نمیدونه زرافه مثلا حرکت راه رفتنش و اینا دقیقا چهار دست و پا مثل گاو راه میره. و وقتی که پروانه رو لمس کرد گفتش که چقدر خوشگله، این چقدر زیباست، مشخصه یه حیوانی رو شما کشیدی که زیباست. که بعد گفتم پروانه است، و گفت آره در مورد پروانه شنیدم خیلی خوشگله. این نمایشگاه به من یه انرژی داد که انگار گفت مریم کفشای آهنی تو بکن پات، این برای یه پروژه دانشگاه نیست که تموم بشه همینجا. و متوجه این شدم که من واقعا با این هنر و با این بچه ها لذت میبرم، چرا اینو ادامهش ندم، چرا به همینجا ختم بشه تموم بشه بره. به خاطر همین ادامه دادم، نمایشگاه بعدی رو زدم، هم البته همون مجموعه حیوانات رو توی شیرازم نشون دادم، و نمایشگاه بعدی با اسم مردم بود، در واقع اون مردمک چشم. و به این صورت بود که اول نمایشگاه من چشم بندهایی رو طراحی کردم و اومدم 25 اثر از آرتیستای بزرگ دنیا مثل پیکاسو، داوینچی، اینا رو چون با بچه ها که صحبت کردم گفتم ما دوست داریم نقاشی های بزرگ دنیا رو ببینیم، اومدم اونا رو براشون بریل کردم و نمایشگاه برگزار کردم، ولی توی گالری توی اهواز. باورتون نمیشه من صحنه هایی رو اونجا دیدم و در کنار من دوستانم بودن. وقتی وارد می شدن، چون باید چشماشون رو می بستن با چشم بند، افرادی که بینا بودن و با چشم بند چشماشون رو می بستن، وقتی می خواستن از پله بیان بالا با ترس حتی یه قدم دو قدمی که برمی داشتن می ایستادن. ولی یه صحنه یادمه، من روبروی ایستاده بودم و یعنی اون سمت خیابونه، چون توی گالری بودم اون سمت خیابونو می دیدم. دیدم یک ماشین ایستاد، پراید بود، دقیقا پراید بود، و سه تا فرد نابینا از اون ماشین پیاده شدن، سه نفری دستای همدیگر رو گرفتن و از خیابون رد شدن، اومدن دم گالری، یه صدایی کردن، گفتم که بفرمایید خوش اومدین، و از پله‌ها راحت اومدن بالا، نقاشی‌ها رو لمس کردن که همه بچه ها نگاه میکردن، بعد دست همدیگر هم گرفته بودن، خیلی جالب. و بچه ها، کسایی که بینا بودن به من گفتن مریم ما واقعا میترسیم، حتی وقتی نقاشی رو لمس میکنیم هیچی متوجه نمیشیم، مگر اینکه مثلا به ما بگی که این اثر داوینچیه. یه اثری بود، اثر چهار عصر، یه پسر 7 ساله بود، این اثر تو هم بود، 4 تا اسب تو هم بود، پسر 7 ساله، فیلمش هم فکر میکنم این اینستاگرام هم گذاشتم. وقتی لمسش کرد تا چشمای اونها هم میدید اسبا رو تک به تک. و یه اثری از پیکاسو بود، دگرگیسی یک گاو، و اون اثر رو راحت دیدن. و یادم یه خانمی بود که هنوزم باهاش در ارتباط هم، خانم سیاسده، یکی از آثار رو که دید، دختری با گوشواره مروارید، وقتی لمسش کرد گفتش که یه خودکار مداد چیزی دم دستتون هست به من بدید، و گفتم بله، دوستام همه جمع شدن دور خانم سیازاده و شروع کرد اون نقاشی رو کشیدن و همه به همدیگه نگاه میکردین، یعنی اون اتفاقی که توی این نمایشگاه افتاد اصلا یه چیز عجیبی بود و برای من خیلی جذاب بود. هی وسط میرفتم دیدم وای چه اتفاقایی داره میفته، و من هنوز دنبال کشف و شهودم، دنبال اینم که
خودم رو خوشحالتر کنم. حالا همه به من میگن تو داری مثلا یه کار اجتماعی انجام میدی، 12 سال رایگان داری کار میکنی برای بچه ها، چون من کوچکترین پولی بابت این قضیه نمیگرفتم. نمایشگاهی که برگزار میکردم هزینه مثلا مقوا، قاب، صابون اینا خیلی بالا بود، ولی من به خاطر شادی دلم داشتم این کارو میکردم. اون تهه رو من دارم میبینم، اون کشف و شهوده برای من خیلی جذابه. این مثل اینه که من توی کتاب خوندم از 3 تا کارگر سنگ تراش پرسیدن که داری چی کار میکنی؟ کارگر اولی گفتش که دارم من یه سنگی رو میتراشم و حالا به شکل مربع و قرار اینا برن مثلا حرکت کنن، حالا حرکتشون بدیم ببنیم به جایی. از کارگر دومی که پرسیدن گفتن چه میکنی؟ گفتش که من برای گذراندن زندگی همسر و فرزندم دارم کار میکنم. از نفر سوم که پرسیدن، نفر سوم میدونست که 2 تا کار اول داره انجام میده، ولی جواب داد که من در حال ساختن سنگی هستم که قراره یه کلیسای بزرگی ساخته بشه که مردم تا آخر عمرشون برن تو اون کلیسا عبادت کنن. دقیقا نقل منه، من اون آخرشو میبینم و روز به روز برای من جذابیتش بیشتر میشه. و قشنگتر از همه اینه که من یک اثری رو دارم ارائه میدم، یک نقاشی رو ارائه میدم که یونیکه. من الان بارها پیش اومده مثلا من نقاشی رنگ روغن میکردم یا نقاش چیز آرتیست هنر مفهومی هم هستم، ولی این سفید بودنه، این که تو یه صفحه سفیدی میاری و شاید مثلا الان شما اون نقاشی رو، اون اثر رو دارین بالا سر من میبینید، چیزی مشخص نیست توش، باید برید نزدیکش و اون نقاط رو ببینید و حالا لمسش کنید و اون پشت پردهه، اون چیزی که با چشمای بسته شما میبینید، اون قضیه چیه. اون خیلی جذابه و هنوز برای من روز به روز جذابتر میشه. ببینید، بگیم مثلا من بخوام بگم ادعا کنم من اولین نفرم، بریل آرت، شما توی گوگل بزنید بریل آرت، توی پینترست بزنید بریل آرت، براتون نقاشی های بریل میاد. مثلا اومدن توی مدارس نابینا یه سری مثلا چیزی رو معلم میخواد تدریس کنه، یا نه معرفی محصول. مثلا من چند روز پیش داشتم سرچ میکردم، دیدم مثلا یک محصولی بود، غذای سگ بود. خب اومده بود یه سگ رو بریل کرده بودم و روی محصول زده بودم. ببینید تک تک کار شده. آدم نمیتونه بگه که من نفر اول هستم توی دنیا. نه، توی مدارس مثلا یک معلم میره یه چیزی معرفی کنه به دانش آموزش و میاد حالا بریل میکنه و نشونش میده، ولی چیزی که تداوم داشته باشه به عنوان آرت دیگه حساب میشه و این تداوم برای من اتفاق افتاده و این در واقع به عنوان آرت منه. میتونم بابت این قضیه من ادعا کنم که نفر اولی هستم که 12 سال دارم این کار رو انجام میدم و یک کار اجتماعی انجام میدم و مدام باهاش چلنج دارم در واقع. و قراره چه اتفاقی در آینده برای من بیفته و این هنرم. ببینید، من در واقع توی دنیای هنری خودم یه رودمپی تعریف کردم، یعنی نقشه راهی دارم که اون نقشه را به این صورته که من قراره یک کتاب بریل چاپ کنم که هزینش هنوز تامین نشده. ببینید، شما در نظر بگیرید من یه آرتیستم که دارم رایگان کار میکنم و هیچ درآمدی از این بابت ندارم. 1 سال خورده ای، نزدیک 2 سال من وارد NFT شدم و آثارم فروش رفت به این صورت که من فکر میکنم 1 ماه خورده یا 2 ماه وارد فضای NFT شدم، تمام کارام سولد اوت شد. یعنی یه شبه من باورتون نمیشه، مثلا لپتاپو باز کردم، یک نفر میخواست روی کار من آف بزنه، لپتاپو باز کردم یهو دیدم وای تمام کارهای من فروش رفته، آف نمیتونستم قبول کنم و این خیلی خوشحال کننده بود برای من و میتونستم اون هزینه رو، اون پولی رو که به دست آوردم برای کارم استفاده کنم و انجام دادم.
مثلا کلی مقوا خریدم، کمدای مدرسه بچه ها رو تعمیر کردم، یا مثلا اگر کودکی نیاز به کمک داشت، حالا مثلا توی بیمارستان یادم یه کودک نابینا بستری شده و نیاز به عمل داشت، من هزینه عمل مثلا تا جایی که میتونستم کمک کردم، یا مثلا برای ایدی دادن و اینا این هزینه صرف اون شد، ولی توی برهه از زمان ایستاد. حالا نه فقط کار من، شاید کار همه همین، برای کار همه همینه، فروش ها یه ذره متوقف شد. حساب کنین الان من قراره با این نفروختنه کتاب چاپ کنم، ولی خیلی امیدوارم به این هنر، به خاطر اینکه میگم روز به روز آگاهی مردم بالا میره، در واقع مردم میبینن که وقتی که شما داری یه کار اجتماعی انجام میدی، کما اینکه من توی این اینستاگرام هر ویدیویی میذارم، هر عکسی میذارم، هر کاری از خودم میذارم، کلی دایرکت میام میگم وای واقعا دمت گرم، تو خیلی خوبی، لطف دارم به من، ولی قراره مثلا این کارا رو انجام بدم، من قراره نمایشگاه باز برگزار کنم برای همه، نه فقط بچه های نابینا، برای آدم های بینا که هم رنگ بچه های نابینا بشن. و الان یکی از بچه های نابینا مثلا 17-18 ساله است، هی به من میگه خانم رشقی کاش ما با هم یه کاریو بتونیم انجام بدیم، من بیکارم، یا داریم خانم 42 ساله عذر میخوام، خانم 42 ساله ای هست مثلا اونم درگیر کار و این چیزاست، ما قرار همه با هم همکاری کنیم و یه مجموعه در واقع استارت بخوره، که اینکه بچه های نابینا رو نشون بدیم به کل دنیا و این بچه ها بتونن به قول معروف خودی نشون بدن، چون اکثر خانواده ها و کسایی که من در ارتباط بودم بیشترشون، نمیتونم بگم که همه، بچه ها رو از خونه بیرون نمیارن برای کلاس سرگرمی و تفریح و این چیزا، مثلا ثبت نامشون نمی کنن. من میخوام اینا از خونه بیرون بیان، من میخوام که توی اجتماع بیان. دو تا از بچه ها هستن، یه خاطره بر من تعریف کردن که من استارت کلاسای رایگانمو تو کل ایران زدم، که گفتم من دوست دارم افراد بیشتری مثل من بینا جذب بشن که بتونن تو شهر خودشون مراکز نابینا و کودکان استثنایی رو شناسایی کنن و کمک کنن به این بچه ها. شاید بگید کمک کردن، کلمه واژه کمک کردن واژه خوبی نیست، کمک به خودمون کنیم در واقع، به خاطر چی؟ که جامعه بهتری داشته باشیم. ببینید ما هرچی ده هم دیگه کمک کنیم، یک جامعه ایدئالی میتونیم بسازیم. اون دوتا پسر به من گفتن که ما اومدیم از تاکسی پیاده شدیم، نابینا کم بینا نور رو میبینن و 2% بینایی دارن در واقع. میگه مثلا چشماتو ببند، شما از یک فضای تاریک وارد یه فضای روشن شد، نور رو چطوری میبینید؟ اینا اونطوری میبینن. از تاکسی پیاده شدن توی اتوبان و کنار اتوبان میگه من با اون دوستش به هم دیگه نگاه کردیم، گفتم الان ما چطوری از خیابون رد بشیم؟ دوستش گفته نگران نباش، دستتو بده به من و به هیچی توجه نکن، تو از این اتوبان رد شیم. خب اصلا من اینو شنیدم باورتون نمیشه، من یه شب تا صبح فقط فکر میکردم که چه کاری میشه انجام داد که با این رانندگی های پرخطر ماها، اگر دو نفری که نمیدونن مسیر رو نمیدونن دارن از اتوبان رد میشن، ممکنه دو تا فرد کمبینا نابینا یا هر چیز دیگه ای باشه و ما بتونیم تشخیص بدیم، حالا یا علامتی بذاریم یا پلاکاتی نصب کنیم. که من الان با بچه هایی که برای این کلاس ها ثبت نام کردن، در واقع ثبت نام در واقع رایگان بودنه، قرار این مشکلات رو حل کنیم. کسی توی کلاس من هست که اصلا فوق لیسانس شهرسازیه، یه خانمی هست حسابداره، و اون کسایی که الان وارد کلاس من شدن باورتون نمیشه، مثلا من هفته قبل اولین جلسه‌ام بود، اینقدر ذوق کردم و
و همشون گفتم واقعا من از شما تشکر میکنم بابت اینه که شما اصلا رشتهتون هنر نیست و میخواید تو این راه قدم بردارید و یه کاری انجام بدید که یه جامعه بهتری داشته باشیم. من قراره برای بچه های نابینا، امیدوارم بتونم یه کافه بزنم، کافه‌ای که بچه های نابینا توش کار کنن و بقیه آدم ها بیان این بچه ها رو ببینن. من قراره تکنولوژی های روز دنیا رو به بچه ها معرفی کنم که بتونن از اونا استفاده کنن و هزاران کار دیگه که با گذر زمان مشخص میشه و رودمپ من کامل میشه. و من اینجا این قولو به تمام شما دوستان عزیزم، دوستداران عزیزم میگم که من تا آخرین لحظه‌ای که زنده هستم بریل آرت کار میکنم و با این بچه ها همراه هستم و اگر دوست دارید شما هم همراه من بشید میتونید حالا پیام بدید، ثبت نام کنید و بتونیم با هم همفکری کنیم و شاید یه اتفاق خیلی بزرگتر بیفته. ببینید تغییرات چطوری اتفاق میفته، به این صورت که ما تغییرات رو از خودمون شروع کنیم با کوچکترین چیز. الان این به نظر من کوچکترین کاریه که من دارم انجام میدم و بعضی ها به من میگن واو چه کار بزرگی، من اصلا نمیبینم کار بزرگیه، الان درون خودم نمیبینم کار بزرگیه، آرت خودم رو میبینم که یه آرتی رو دارم انجام میدم فوق‌العاده است ولی حس نمی کنم کار بزرگیه، حس میکنم اینا نیاز داشت، یعنی این نیاز جامعه بود که باید همچین هنری میمد برای بچه ها و شاید نیازها بیشتره. حالا مثلا توی بحث کودکان ناشنوا من وارد شدم، در واقع دوست دارم پیوند نابینا و ناشنوا اتفاق بیفته این وسط، چون میدونید که کودکان نابینا با دست لمس میکنن، در واقع یک چیزی رو میبینن و کودکان ناشنوا برای اینکه مثلا بتونن با انسانهای دیگه ارتباط برقرار کنن با دست صحبت میکنن و این دست یک چیزیه که مشترک بین اینها و امیدوارم بتونم پیوندش رو برقرار کنم. زیاد صحبت کردم، خیلی دوستتون دارم، مرسی که منو میبینید، این دیدن خیلی مهمه، همه کس همه آدم ها براشون اون دیدنه خیلی مهمه و اون لمس کردنه، اون دیدن بچه های نابینا، نمیدونم واژه چی استفاده کنم. مرسی که من هنرم و بچه های نابینا رو میبینید و امیدوارم بتونیم یه اتفاق خیلی بزرگ رقم بزنیم توی هم شهرم، هم تو کشورمون، هم توی دنیا و من خیلی به این امیدوارم و من دوست دارم با تک تک شماها، با تمام کسایی که هم کار منو میخرن هم تو این مسیر به من کمک میکنن به هدف نهاییم برسم، به هدف نهاییمون برسیم در واقع که اون بردن جایزه صلح جهانی نوبل. و من برای رودمپم اینو تعریف کردم که آخرش من باید به این برسم و با کمک شماها این اتفاق میفته و چه خوبه باعث بشیم که با همدیگه رشد کنیم، دست همدیگه رو بگیریم ببریم بالا. مرسی که منو دیدید، سرتون رو درد آوردم، ممنونم، همتون رو دوست دارم، خدا نگهدارتون.